مقام های وزارت معدن و پترولیم می گویند که از عید فطر بدین سو در بیشتر از 10 روز کاری بیش از 800 میلیون افغانی جمع آوری کردند. به گفته این مقام ها پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بیش از 10 میلیارد افغانی عواید از بخش معادن جمع آوری کردند و این روند روز به روز در حال افزایش است. یعنی دا تقریبا در لس و دول و سورز و عواید و 800 میلیون ترسیج. او د دې ترڅنګ د دغه اتو کاری میاشتو چې اسلامي امارت حاکم سوی دی، نو د دغه وروسته تقریبا موږ اوس 10 میلیارد افغانۍ عواید لرو. یعنی دا معنی چې 10 زره میلیون افغانۍ مو په شاوخوا کې لاسته راوړي دي. کارشناسان اقتصادی افزایش عواید معدن را برای رشد اقتصاد کشور مهم می دانند و می گویند که اگر امارت اسلامی سهولت های بیشتر برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند، فساد ریشه‌کن شود، وضعیت اقتصادی به زودی تغییر خواهد کرد. په ټوله کې د افغانستان د محصولاتو نور برخی هم هڅول کېږي، یو ډول تشویقي سرچینه هم ورته کېدلی شي چې په نورو برخو کې هم باید د اړوندو پانګوالو توجه جلب شي، او هغه کسان چې دلته دغه تولیدات کوي د دوی د تشویق لپاره، د دوی د ډاډ لپاره هم ډېره مهمه ده. به باور آگاهان در کنار سکتور معادن در افغانستان سرمایه گذاری در سایر بخشا مانند زراعت، مالداری، باغداری، بانکداری، صنعت و تولید انرژی صورت گیرد تا کشور به سوی توسعه برود.